به نام خداوند جان و خرد زخم کاری این هفته گفتگو کردیم با آهنگساز تدوینگر و مجری طرح این سریال خوب با هم این گفتگو رو خب خیلی خوش آمدین آقای کامرانی جزی خیلی خوش آمدید آقای سجاد فرمان زاده خیلی خوش آمدید آقای حبیب خضایی فر خیلی خسته نباشید همتون تبریک میگم بابت سریال زخم کاری خب آه. اول با بیننده های ما عزیز ما یه صحبتی بفرمایید بعد تا شروع کنیم مثلا من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید من سلام عرض کنم، خدمت شما به بینندگان عزیز و خوشحالم که خدمت من هم سلام از میکنم همینطور خدمت عزیزانی که این برنامه رو دارن تماشا میکنم خب آقای ایتر که از شما شروع کنیم که تولید به شما بستگی بس در شما به عنوان مجری تر اینجا هستید سلام عزیز بله, بله. سلام میرسونیم به آقای تخکیشان عزیز بله بله. سلام میشنستیم شما تایکانده بسیار خوب این سینما انشالله موفق باشن از کجا شروع شد زخمتواری؟ یعنی چی جو 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 شد؟ یعنی از نقطه تولیدتون چجوری بود؟ حالا اون مسیر تولیتون از کجا شروع شد؟ قصر کجا داد این چیزی بود؟ می‌خوام یه شناسنامه بگیر خدمت شما عرض کنم که در واقع بکنم مرداد ماه پارسال بود یا مرداد بود یا شهریور پارسال که در واقع جرقه این کار ایجاد شد به واسطه اینکه خود آی مهدویان رمان بیز زخم کاری رو انتخاب کرد برای اینکه یک سریالی بر مبنای اون بسازه. که شما اینکه رومان خلیجی بله بله بله, بله که در واقع رمان مال, مال نشر چشمه بود باید. که از نشر چشمه امتیازش خریداری شد بر اساس اون در واقع نگارش فیلمنامه شروع شد تقریبا میتونم بگم از اوائل مهر ماه پیش پروژه شروع شد حدود دو ماه پیش داشتیم و بعدش هم شروع فیلم برداری تا تقریبا تیر ماه امسال باید. که توی این مخته خب اتفاقاتی افتاد که فکر کنم در لابلای بحث همون بشه راجع بهش حرف زد که به هر حال ساخت سریال توی این دوره که کرونا و اتفاقات این شکلی وجود داشت بحبه. بسیار سخت بود مجوز از ارشاد گفتیم ببینید خود مجوز ما ماجراها داشت یعنی ما تقریبا میشه گفت که نزدیک سه ماه، سه ماه و نیم درگیر این ماجرا بودیم که ساترا باید بده یا ارشاد باید بده چون ما حرفم این بود که خب قاعدتا باید یک جای ما از یک جای مجوزی بگیریم و این پروژه رو تولید بکنیم ما در نهایت از ارشاد گرفتیم یعنی از ارشاد اقدام کردیم و ارشاد به ما پروانه ساخت بعد برای مجوز نس... نمایش هست بله بله ما پروانه ساختمون از ارشاده ولی پروانه نمایشمون از ساترا صادر میشه یعنی بالاخره سرانجام چیز بتونید بله. یعنی بل. مجوزتون رو ارشاد بشه آقای تجدید فرمان موقع نویسی بله نه از از اون بسم تعالی که بر فیلم شروع میکنن می من بودم و البته حسین مهدویان خودش می نوشت با کمک آقای محسن جعفرزاده که محقق کاراش بوده و تو همه این سالا کنارش بوده دیگه اومدش اونم براش گسترش داستان یعنی شروع میکرد قصه هایی رو براش باز میکرد و پیش و همه قصه رو می برد جلو خودش هم شروع می کرد به صحنه پردازی دیالو خودش الان بله خب خود بخواد اینه که واقعا حقیقتا خودش هم ام. نوشته ولی محسن کمکش می و یعنی می‌خوام بگم محسن در چی کمک می‌کرد؟ ببینید م... مثلا خدمتتون عرض کنم که می گفت مثلا یه قصه برای من بنویس راجب به مائده و میسا. مثلا اون سه تا می نوشت گفت خب این خوبه حالا اینو بریم گسترشش بدیم اینو بریم بستش بدیم من همینطوری کنارشون بودم میخوندم به خاطر اینکه سرعت کار زیاد بود و چیز حیرت انگیزش اینه که حسین تو دو ماه اینو نوشت خیلی, خیلی اصلا. عجیب بود خیلی عجیبه. اصلا من باور من فکر میکردم مثلا پنج ماه چهار ماه طول بکشه و تون تون می... انقدر یه روزایی مینوشت و این کار زیاد انجام داد که دیگه این مچش دستشو میبست منم میشستم میخوندم و دیگه چیزی به نظرم میرسید میگفتم دیگه تو رمانو خونده بودی بله من همون هفته اولی که یعنی رمانو خوند شاست. گفت میخوام بسازم دیگه من خوندمش رما. با خود صحبت کرده بودی نه من متاسفانه ندیدمشون ولی خیلی رمانو دوست داشتم به خاطر اینکه احساس کردم یه قصه ای توشه که این الان جامعه اینو دوست داره همه الان دوست دارن پولدارشن حالا نکته جالبش اینه من اینو خوندم بعد حسین به من گفت این میخوام یه همچین قصه بسازم. راجبه ای بسازم راجع به اینکه یه آدمی میخواد رشد کنه بزرگ شه ثروتمند شه از ابعاد خودش میخواد بره جلو و این هر چی که میره بالا بیشتر فرو میره گفتم این برکین بده گفت من ندیدم گفتم میدونم ندیدی حالا تو اینم بسازی <تصفح> کسی باور نمیکنه تو برکین بد ندیدی ولی این برکین بده و به نظر من میگیره من خودم چون برده. سریال خیلی دوست داشتم خیل خیلی خوبیه اصلا به نظر من خیلی سریال, سریال خیلی سه سر. تو از چه مرحله پیوستی از سناریو بودی کنارشون معمولا حسین از همون اول که یه کاری هم خود شروع کنه مطرح میکنه که فضای کارشیه به من گفتش که رمان زخم کاری رو بخون و ببین به اساس این چه فضای موسیقی به ذهنت میرسه که مثلا تم اصلی کار رو بعد از خوندن رمان ساختم جدی مثلا هفت تا ترک به ما داد باید. باید. من باید بگم من اصلا انقدر شیرین بود که روز اولی که ما پلان گرفتیم اومد من با موسیقی که حبیب ساخته بود شروع کردم کارو مونتاژ کردن آره حسین اصرار داشت که میگفت دوستان دارم روز اول تدوین چند تا ترک حتی در حد ماکت دستم باشه که اونا رو بذار روی صحنه روی تست خیلی فکر خوبی اره. براید. براید. خیلی فکر خوب و دادی به ترکا بله ترکا دادم رمان بهت خط داد برای قصه بله. چیز دیگه خط نداد نه رمان به خوب که به خود حسین هم کردیم کمک کرد به ولی خب شون به بستر اصلی داستان تو خود رمان بود و اینکه خب میدم یه فضای کاملا متفاوت و جدیدی منم سعی کردم یه خورده کلا فضای کارم نسبت به قبلی ها عوض کنم و تم اصلیش در آوردم برای حسین فرستادم که حسین خود خوشش اومد و همونش چند تا بحث دادم فکر کنم 6 7 تا ترک فرستادم براش که یعنی رسوندم به موقعی که میخواستن اینا تدوین رو شروع کنن رسوند شش تا ترک دستشون بود بعد که دیگه تدوین هی پیش رفت و اینا دیگه چند تا قسمت که آماده شد در حد رافکات به من داد که من دیگه فایل میزدم و دیگه رو اون دقیق‌تر کار می‌کردم آقای حجازی بازیگرای این فیلم چگونه انتخاب شد یعنی در واقع یک کستینگ غریبی داره چهره‌های مشهور کمترن توش چهره های خیلی خوبی توش هستن که جزو چهره های مشهور هم نیستن ولی خیلی خوبن بله. کسینگ رو ببینید خود حسین مهدویان اصولا تو همه کاراش انتخاب بازیگر و بازیگردان داره و توی این کار هم در واقع این اتفاق افتاد از ابتر... بود آقای انتخاب و بازیگر آقای کیومرس مرادی بود و بازیگردن آقای میلاد اکبر نیجا. که در واقع از ابتدا با هم گپ زدن و خود در واقع استراتژی هم که برای کستینگ این کار در نظر گرفتن همینیه که الان میبینین یعنی از ابتدا قرار بود که با یه همچین ترکیبی بریم حالا اشخاصش مشخص نبود ولی به لحاظ چیدمان و استراتژی همین بود خیلی خوبه یعنی بل. در واقع شما سریالی هستی که چهرهای زیاد خیلی مشهور توش ندارید ولی همه سر جاشون قرار گرفتن بل. و دارن بازی خوب میکنن بل. یعنی این نکته خیلی غریبیه یعنی آدم سریالی چهره مشهور توش دارین ولی این منظرم اینه که همه چهرهاتون چهره مشهور نیستن که مثلا با. ما بگیم چیزی یعنی پس اصلا از اول استایل این اصلا از اول قرار بود این شکلی بله، بله،, بله بله آره از زمانی که سناریو نوشتی سر جان اه، 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 تو رابطت اصلا با مهتبیان چیجوریه. موقعی که با هم کار میکنین تو پیشنهاد میدی صحنه رو در بیاره تو سناریو یا زیادیار در بیاره یا میذاری توی از میزی میز مونتاژ در این جزء چیزی این رابطه تیم اصلا اصولا کارمون از ایستاد در قبار اینجوری بودیم که فیلمنامه رو وقتی مینویسه یا با ابراهیم امینی یا خودش یا هر فیلمنامه به من میگه بخون ببین کدوم صحنه‌اش به نظرت از الان اضافه است اینا رو دیگه نگیریم یا اگر چیزا تجمیع کنیم و خب حالا چون خودش هم مونتاژ میدونه خیلی وقتا سر صحنه این کارو میکنه یه دفعه دو تا سکانس رو با هم مثلا قاطی میکنه یه سکانس میکنه اما خیلی ما رو فیلمنامه کار میکنیم تو پیش تولید آه یعنی شما یعنی تو میشینی کنار چی؟ فیلمنامه به تو میده ویراستاری فیلم میکنی آره؟ و من پیشنهاد بهش میدم ام. یعنی و حقیقت اینه که مثلا میگم آقا مثلا این سکانس ممکنه به دردمون نخوره یا ببریم دیگه چون آدم اهل مشورتیه آدم خب بالاخره علاقه من میشه که بهش پالس بده و خب گزینه هایی بهش میدیم نظراتمون رو میدیم بعد میشینه خودش دیگه این رو تجمیع میکنه و از ولی میگم ویژگی کار حسین اینه که ما شش نفری که حالا اصولا همیشه اکثرا باهاش کار کردیم هممون دیگه تو فیلمنامه خبره میشیم یعنی فیلمنامه دیگه میره تو تنمون اینجوری بگم از فیلم بردار از آهنگساز تدوینگر فیلم بردار سه... خالی آقای بهروز بله آقای بهروز سر کار فوق هست دوست خوبم و فوق العاده است به نظرم این آدم چه خیلی باهوشه میخوام حرفم اینه که همه دیگه میدونیم چی میخوایم اون به ما گفته من اینو میخوام از این فیلم از این صحنه ها و خدمتتون عرض کنم که و چیز دیگه و دیگه بچه ها رو فیلم نامه سوارن آه. مسلطن برای همین وقتی کار میکنیم دیگه خیلی گیر و گرفت نداریم که این صحنه رو چیکار کنیم یعنی موقع مونتاژ اصلی که میرسین دیگه گیر و گرفتاتون کمتر شده حرفمون آره رو تو پیش زدیم ام. حالا باز برمیگردم خزایفر رابطه ای که تو الان با کارگردان گرفتی تو این سالها او از نظر موسیقی چی به تو داده چی به تو میگه کارگردانی هست که موسیقی رو تو ذهنش بسازه یعنی نه که موسیقی بسازه یعنی جنسی از موسیقی داشته باشه به تو پیشنهاد بده حسین معمولا خیلی دوست داره کار ملودیک باشه و ملودیک م. یعنی موسیقی ملودیک شنیده بشه این ملودی وقتی ملودیک باشه ملودی تو حافظه میمونه بله بله یعنی دوست داره که موسیقیش تو حافظه مخاطب بمونه و اصلا از هم اولم که به قول سجاد فیلمار که از هم اول میخواد از طرح داستان که با بچه‌ها گپ میزنه از هم اول میگه که همین برو ملودی یعنی بحث اول اون همیشه با حسین اینه که اول ملودی کار در بیاد بعد حالا من راجع به بحث سازبندی که اصلا چه سبک موسیقی داشته باشه میگه ملودی. برو فیلم ببین اون فیلمو ببین اون موسیقی رو بهش این چیزا رو بهت میگه بعضی موقع پیش اومده بله آه. چون بعضی کارگردانا میگن برو اون فیلم ببین مثل مثلا یادم به بله ولی خب چون خیلی به هم گفته برو اون فیلم ببین با اون با رفته بود دیده بود بله این هم بوده ولی خب چون خیلی ساله با هم داریم کار میکنیم دیگه خیلی زود به نتیجه میرسیم و زبان هم راحت را میفهمیم یعنی مثلا به هم میگه حبیب اینجوری سر اون کار این کارو کردی اینجوری باش اینجوری باش دیگه سری به نتیجه میرسیم و خیلی گمراه نمیشم معمولا یعنی ارتباطاتون خیلی بله بله خب این نکته خیلی مهمی که آقای محتویان داره من به شدت بهش اعتماد دارم یعنی یه جاهای پیش اومده که مثلا روی چیزی من خودم پنجا پنجا بودم یا شاید حتی شست شهل بودم ولی حسین گفته نه من اینو میخوام با اینکه احساس میکنم که من خودم اون مدلی بیشتر دوست دارم ولی بهش اعتماد کردم و معمولا نتیجه رو گرفتم یعنی بهش کاملا اطمینان دارم اگر یه چیزی مغایر نظر منم بگه میدونم که نتیجهش خوب از آب در میاد بسیار آقا اجازی صحبت از مشکلات کردی سر تولید با چه مشکلات از قبل پیش بینی نشده ای روبرو شدید و چه مشکلاتی فکر میکردید پیش بینی میکردید و از اول باید حلش ببینیم ما مشکل اولی که الان نه تو این دو سال گذشته تو همه پروژه ها داریم کرونا کار ما هم به خاطر در واقع مختصات لاکچری و مختصات بسریی که داشت باید همه چیز زرق و برق داشت باید تو لوکیشن های خاص میرفتیم باید تو خونه های خاص می و معمولا جاهای اینجوری خیلی سخت زیر بار میرن که تو با یه تیم مثلا 40 50 نفره بری تو خونهشون یا توی محل کارشون فیلم بکنی اونم تو شرایط که کرونا هست واقعا مشکل عمده ای که داشتیم این ماجرا بود و اتفاقاتی که معمول و مرسوم تو همه فیلم ها معمولا هیچ فیلمی به راحتی ساخته نمیشه ولی این ماجرا خیلی اذیت اون کرد کرونا یعنی واقعا یه تایمای مستاصل میموندیم که غیر از کرونا چی اذیت می کرد غیر از کرونا بخوام بگم کرونا اه... کرونا واقعا ببین چیزهای دیگر رو باش. چون ما این تیمی که با هم در واقع داریم کنم من فکر کنم کار چهارم پنجم هم همه که با همین مجموعه داریم با هم دیگه کار میکنیم از در واقع از ماجرای نیمروز یک به این به غیر از شیشلیک و درخت اولین کار دیباید تحقیشی هم کار میکنم نه نه باید تحقیشی من کار کردم بازم کار کرده بله بله ولی به دلیل مچ بودن گروه و اینکه اینقدر همه با هم دیگه هر حرف دیگه رو کامل میفهمیم یعنی حسین مهدویان وقتی یک چیزی میخواد همه میفهمیم وقتی که سجاد چیزی میخواد من میفهمم یعنی یه تعاملی بین اون شکل گرفته که بسیار زیاد حرف همدیگر رو میفهمیم و چالش چالش وجود داره ولی انقدر خوب با هم دیگه که به, چشم نمیاد یعنی به راحتی حل میشه و میره عوامل بیرونی اذیتمون میکنه یعنی به هر حال مشکلاتی که ما واقعا توی گرفتن پروانه ساختمون ابتدا داشتیم خب واقعا چیزی بود که خب اذیت شدیم چون ما آماده کلید و فیلم برداری بودیم همه چیمون مهیا بود ولی خب به دلیل نداشتن مجوز نمیتونستیم کار بکنیم که اونم حل شد ولی داخل خود مجموعه واقعا به نظرم نقطه قوت این تیمی که خود حسین مهدویان بیشتر باعث شده که یک سری رفقاش دورش جمعن که همه حرفش رو بسیار زیاد خوب میفهمن و اونم میدونه که از هر کسی چه استفاده باید بکنه در جهت در بهبود کیفیت و اون اثری که میخواد بسیار زیاد به نظرم هم ذائقه بیننده رو میشناسه هم آدم هایی که باشون کار میکنن رو بسیار خوب مدیریت میکنه یعنی این خودش به نظرم یه کارگردان خوب اگر بدون اون تیمی که در اختیارشن چه ازش استفاده بکنه خیلی برگ برنده است کاملا درسته آقای سجاد پرمزر ریتم معمولا در اه... کارها بخشیش برمیگرده میگرده به منتاج بخشیش برمیگرده میگرده به ریتم درون پلان یعنی در واقع چیزی کارگردان در اون پلان چیزی گرفته باشه درون سکانس چیزی گرفته باشه که بعد مونتور بتونه چیز کنه بعد وقتا میگن آقا منتور سر منتاج کم و زیاد میکنه چقدر تو و مهدویان سر ریتم درون اون پلانی ریتم بیرونی با هم بحث داشتین و اصلا چقدر این ریتم براتون مهم بوده واقعیت اینه که یه ذره از این مراحل با هم گذشتیم ام. یعنی مثلا شاید تو ایستاده در قبار و ماجرای نیمروز بود که مثلا یه صحنه بود تو ایستاد در قبار من همش میگفتم بعد ادامه داشته باشه حسین میگفت کوتاه یا برعکس صحنه‌ای بوده که مثلا میگفت اینجا باید پرکاتر شه یا زودتر بزنی همه اینا ولی الان یه ذره حرف همو انگار میدونیم و میدونیم چی میخوایم بنابراین خب اون سیستمی که بیشتر هم اگه نگاه کنید این سریال آدم ها رو برایم قرار میگیرن بس دیالوگ های چیز دارن اصل کارمون رو گذاشتیم رو گفتگوها و سعی کردیم ریتم اینا رو جوری کنیم که نه تماشا خسته شه نه این لحظاتشون از دست بره تو اصلا به ریتم در اون پلان معتقدی که در اون پلان اگه جوری گرفته بشه که درست باشه تو میتونی در منتاش خیلی موفق باشه اگه درست گرفته هم. نشه تا هر کاری بکنی و کوتاه کردن و درست کردن درست نمیشه درست اصلا من یه جالبه که یه فیلمی کار میکردم بعد یه کارگردان خیلی بزرگی اومد کارو دید از اساتید گفتم که آقا این فیلم مثلا 100 دقیقه است اگه ما بکنیم بشه 80 دقیقه شاید خیلی فیلم راحتتر دیده بشه گفتم 40 دقیقه هم بشه همینه این فیلم با کوتاه شدن درست نمیشه و اصلا نمیگم فیلم بدیه منظورش این بود که بله. با تایم فیلم صد دقیقه یا هشت دقیقه این نکته خیلی مهمه که کوتاه کردن کوتاه کردن ریتم فیلم رو درست نمیکنه نمی, کن. نمی کنه. نه اگر درست فکر نشده باشه در درون بله. پلن بله. یعنی شما به این ریتم دادن پلن دو تایی رسیدین بشه بله ما دیگه ما، من میدونم اون چه ریتمی میخواد من اگه شاید برم توی فیلم دیگری خب یه فضای دیگه است حسین تو گفتگو دلش میخواد خیلی آمریکایی شه خیلی نگاه ها تو هم گره بخوره این بازیگرا به هم هی نگاه کنن الان تو منتاج این سریال هم میبینید همش نگاه هاست که به هم دوخته میشه و اصلا هم عجله نداریم اگر دیالوگ مهمیه حرف که بازیگر دیالوگش که میگه کات میزنیم اونور حالا اون نگاهش میکنه بعد دوباره این حرف میزنه و یه دفعه یه سکانسی که خودش شاید اون مثلا دو دقیقه و 15 ثانیه بوده ما سه دقیقه منتاجش کردیم ولی به هیچ وش خسته کننده نیست درگیر این نیستیم که این الان چقدر بشیم تا, تا اگر بخوای بشت. الان به عنوان یک حرف آموزشی هم بزنی به عنوان یه تدوینگری که الان داره خلاقانه کار میکنه و کار خوب هم داره میکنه تعریف از ریتم چیه اگه بخوای ریتم بگیم به نظر من مثل یه موسیقی میمونه که یه لحظاتش خیلی میره بالا و یه لحظاتش خیلی آروم میشه دیدی مثلا درامو یه دفعه میگیرن از یه موسیقی یا فقط درامه میدونید یه ساز ازش میگیرن چون من خیلی همش ریتمو مثل موسیقی موسیقی دوست دارم زیاد گوش میدم همش اینجوری تصورش میکنم میگم که این اگر بخواد همش بالا باشه هم خسته کننده است همش پایینم هم باشه خسته کننده است باید یه کاری کنیم که ریتم یه فیلم اولا که تمپوی درونی داشته باشه پلان‌ها خوب درک بشه و بعدم به محض اینکه احساس کردیم حالا نیاز داره که کاتا زیاد شه سرعت زیاد شه زیادش کنیم ولی اینو نباید به نظرم حفظ کنیم یعنی من, من منظورم اینه که هی بالا پایین شدن ریتم کمک میکنه که یه فیلم خوب دیده بشه مثلا اینکه اگه بخوایم یه فیلم رو کلا تند منتاجش کنیم من مخالفشم یا کلا کنم میگم آقا چی این صحنه ازش چی میخواد اما فکر میکنم سوالتون رو بخوام دقیق تر جواب بدم فکر میکنم اصلا ریتم دست تدوینگر تنها نیست برخلاف اینکه همه فکر میکنن ریتم دست تدوینگره ریتم دست فیلم از فیلمنامه شروع میشه بعد کارگردان، رید رید در سینما منظورم ما بله من در سینما در سینما یه کار گروهیه حتی کار فیلم بردار روش کار بازیگر روش کارگردان تا... و صدا صحنه هایی هست ما میبینیم فکر میکنیم خب این صحنه الان مثلا مثلا مالک داره توی پارکینگ میره بعد من میگم حسین این چرا انقدر بره الان بذار من میگم نه خب صدای ماشین بذارم صدای موتور میخوام بزنم بعد وقتی میریم تو صدا این صدا رو میذاره میبینم صحنه درست بسیار شد بسیار درست آقای خزایفر در مو ساخت موسیقی زخمکاری کاری چه تو بر اساس چی گرفتی یه ملودی تو بر اساس چی گرفتی یعنی چه موضوعی در فیلم نامه مهم بود یا در کار مهم بود بعد که, کار کرد؟ که توی رومان خوشونتی که تو رمان بود یعنی خوشونتی که این شخصیت اصل مالک داره پیدا میکنه و هی داره اینو افسایش میده یعنی هی از یه خوشونتی یعنی از یه قد شروع میشه و هی حالا این آدم تغییر میکنه و هی اصلا گمراهتر میشه و تهش هم فرو میره توی منجلاب ولی این خوشونتی که کلا توی این داستان بود این تمام به من داد خوشونت یعنی در خشونت داستان تمام به داد ساز خاصی برای این خوشونت فکر کردی گیتار ارکی که داره توی کار ملودی اصلی رو میزنه یا خوشوناتی داره خب من یه خورده تلفیق کردم با ارکستر یعنی خیلی فضای موسیقی الکتریک محض نکردم تلفیقش کردم با چون معمولا از ارکستر همیشه دوست داشتم استفاده کنم تو این کار هم یه خود کم تره چون گیتار الکتریکی اومده و بار اصلی اون داره به دوش میکشه و ارکستر یه جایی همراه کننده بسیار خوب آقای اجازی مشکلات کارتو گفتی در طول کار که کسی از نظر ارشاد اینا که به شما گیر نیادن که چرا این کارو میکنین چرا این کار میکنین که اصلا این اشکالاتی که دیگه نداشتین سر نه ببینید ما قاعدتا بعد از اینکه پروسه تولیدمون تموم شد کار بعد میرفت ساترا و پروانه نمایش میگرفت به شما گفتم بدین ساترا بله دیگه به بدین ساترا بله الان هم همچنان یک سردرگمی وجود داره یعنی یه سری پروژه الان از ارشاد پروانه ساخت دارن پروژه‌ای که هنوز به تولید نرسیدن و نمیدونن الان اون پروانه ساخت معتبر یا بود برن از ساترا دوباره پروانه ساخت بگیرن دوباره پروانه ساخت بگیرن هنوز واقعا هنوز واقعا تکلیف روشنی نداره که الان یک پروژه‌ای که پروانه ساخت از ارشاد داره بعد از در واقع تصمیم گرفت شد کاملا ارشاد ساترا هم پروانه ساخت بده هم پروانه نمایش هنوز معلوم نیست اون پروژه‌ای که پروانه ساخت دارن از ارشاد تکلیفشون چیه یعنی اونها دوباره باید برن ساترا و پروان ساخت بگیرن یا نه با همون پروان ساخت میتونن تولید کنن و بعد برن پروان نمایش بگیرن یه سردرگمی این شکلی الان وجود داره بین تهیه کننده ها که میخوان کار تولید بکنن ولی خب اصولا همه کارا موقع پخش چالش های خودشو داره یعنی ما همیشه در طول هفته یعنی عین یک چی میگن یعنی نمودار سینوسی مثلا از اول هفته نمه نمه تا مثلا سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه که میرسه همین چیزی میدیم به پوزادخواه یعنی که آماده میشه چیزی میدیم الان که خیلی لب لبیم حالا سجاد بگه دقیق تر به تو میگه ولی دقیقا ما از سه شنبه تا جمعه بچه ها 24 ساعته کار میکنن چون ما پخشمون هم همزمان با تولید شروع شد خوب و به همین در حال فیلم برداری بودیم بله بله بله, بله. در حال فیلم بودیم و پخشمون شروع شد و خب این هم سختی خودش داره یعنی یه دقیقه نوت مثلا پنج شنبه شب یه یک ای داریم که باید انجام بشه و حالا قطعا هم خود پلتفرم خب براش مهمه که رس ساعتی که حالا دیگه گفته و, اعلام, و اعلام کرده باید کار پخش بشه راجبه اون ماجرا حالا سجاد توضیحی بده بهتره که چون بیشتر باش دست پنجه نرم میکنه. توی این فشار این, این ای ای توضیحی کر... بده بعد من سال دیگه دارم این توضیحی بده می... الان ما میگم در طول هفته که این کار انجام میدیم ولی واقعا شیش صبح جمعه هفته صبح جمعه اینجوری کار میرسه تو فیلمو و اونا دیگه آپلودش میکنن و که مثلا میدن ساترا آره و ما میگم شب هم الان چند هفته است که پنج شنبه ها و چهار شنبه ها پنج شنبه ها بیداریم چرا هشت ساعت ساترا همون جمعه میبینه؟ نه نه ساترا شنبه میبینه شنبه میبین. که قرار جمعه پخش بشه ها یعنی شنبه برای جمعه بعد بل. بله شنبه یا یک شنبه میبینه خیلی هم زود میبینن و زودم نظراتشون رو میدن دیگه ما باز دوباره اصلاح میکنیم میدیم به خاطر بله یعنی باید اصلاح شده اصلا بیدنه. یه نسخه ماستر ن... یعنی فاینال نهایی دست اوناست که چک میکنن با چیزی که از توی پلتفرم پخش میشه احا. نسخه که دست اوناست رو ما پخش میکنیم احا. بدون اینکه حتی یه صدای بوق اضافه شه ها یعنی باید این اون چیزی, این اون دست اوناس چیزی که تبدیل اونها شده و مجوز صادر شده عین اون تا الان توی تمام قسمتمون این بوده یعنی اخلاقا دیگه ما گفتیم که پذیرفتیم دیگه قانونی بوده گفتیم بعد اجراش کنیم و انجامش دیگه. تو موسیقی ساختی الان هر قسمتی که میخواد بره ساخته شده از قبل یا خودت تو هم میری فیلم موسیقی به پنج تو فرمان 80 درصدش ساخته شده موسیقی ها ام. تو بعضی از قسمت ها مثلا یه سکانسی داره که موسیقی جدیدتری میخواد اونا رو تو همین فش... معمولا ساعت مثلا از پنج شنبه معمولا به من میده قسمت هفته بعدو من ترکایی که از قبل آماده داریم و میچینم اون سکانس که نیاز به ترک جدید داره رو باز توانی... می‌سازیم. یعنی بله تو در طول رفته میسازی بله. ارکستی می الان هم اه... اگر من الان کمتر نیاز پیدا میکنه به ضبط ارکست دوباره الان دیگه چی؟ یعنی در الان... باید خودت برسونی گردم سمپل نیست دا ولی معلومه اه... که مثلا سا... ارکست و اینا رو دیگه معمولا سعی میکنم چون نمیرسه اصلا عملا به چهار پنج روزه بخوام ارکستر رو ارکست و بیام دوره ضبط کنم ولی خب گیتار الکتریکو میشه چون سازی که ضبطش در سرش کمتر نسبت به است، اون ترکا رو میتونم دوباره ضبط کنم ولی کمتر پیش میاد اصولا آقای کامل اجازه وقتی تو میری به ساترا با ساترا ایراد میگیره بحث کی میکنه با ساترا تو میری بحث میکنی یه کارگردان بحث ببین بیشتر در واقع گفتگو آقای تخکشیان خود پلتفرم و حسین مهدویان با ساترا میکنن بله. یعنی خود پلتفرم مسئول پلتفرم میره بله. آقای شکوری میره و آقای مهدویان میره بله بله کدوم قسمت تو بحث زیادتری طلبید ببینیم من فکر میکنم پرچالش در این قسمت اون قسمت شیش بود یعنی بحث زیادتری بله بله بسیار زیاد پرچالش بود و پر بحث بود و خیلی هفته بعدی هم بود یعنی ما چون میگم خود ما هم یک نمیدونم حالا اسمشو بذاریم تعهد نمیدونم اسمشو بذاریم این فیدبکی که از مردم گرفتیم برامون خیلی مهمه که رأس اون تایمی که باید برسه و مردم ببینن ببینن کار رو چون انقدر فیدبک های خوب گرفتیم و برامون مهمه این ماجرا به خصوص خود پلتفرم بسیار به این قضیه مقیده یعنی باید رأس تایم برسه یعنی ما حتی یکی از دلایلی که همزمان با تولیدمون پخش رفتیم اون تایمی بود که پلتفرم مشخص کرده و باید انجام میشه ولی قسمت شش خب قاعدتاً به لحاظ محتوایی که توش بود خب یه حساسیت های روش وجود داشت که در نهایت هم تعامل شد و انجام شد و پخش شد ولی خب قسمت سختی بود تا الان قسمت 6 بوده حالا بقیه رو موارد دیگه ممیزی به اندازه 6 اذیتتون نکرده ببینید به هر حال وجود داره ممیزی که ما همیشه میگم میگم تو وقتی تو یک بازی رو داری میکنی باید قواعد بازی رو بپذیری ما هم پذیرفتیم که قاعدتا تو یک چارچوبی باید کار کنیم چارچوب هم اینه که خب کار ما باید دیده بشه اگر به هر حال ممیزی داره انجام بشه ولی خب یه سری قسمت هاست که خب بیشتره شاید یه ذره برای کارگردان یا برای حتی تهیه کننده سخته که اینه خب این بچهش میمونه دیگه تو میخوای یه پلان ازش بگیری واقعا حالش بد میشه ولی همه ی قسمت ها معمولا داشتیم داشت. این قسمتی در واقع شیش خیلی از یکی شما دیگه دو عنوان متدوینگره که باید آماده کنیم بله اصلا میگم پنج و مشخصا به دلیل اینکه داشت رابطه مالک با منصور شکل می و از اون برون داستان اخوان بود که دوربین براش کار گذاشته بودن و اینا یه ذره اینا همه رفته بود تو این دل این دوتا قسمت و درگیری شد یعنی واقعا هرچی توضیح میداد این گروه سازنده تهیه کننده کاری که بابا این صحنه ها باید دیده بشه و هیچ کدوم هم بالاخره خلاف عرف جامعه نیست خیلی اشارات کوچیک شده یا حقیقتا من الان میگم منصور و مالک مثلا دو تا آدم نشستن با هم رو در هم حرف زدن ولی انقدر این دیالوگا و انقدر این لحظات رو در آوردیم بازی کردیم بین با... اصلا خود الان خانم توسلی مسابقه کرد میگفت من خودم بازی خودم رو میبینم میگم آقا این چه ریاکشنی من دارم بخاطر اینکه چند تا صحنه جلوتر ما جا جا بریدیم مثلا اصلا نباید میخندیده ولی اون صحنه رو مثلا از یه دیالوگ مالک زدیم که مثلا خانه هانیه داره میخنده در حالی که سر 56 تو ما تدوینگر خیلی جالب جایی خیلی اذیت واقعا هفته های اذیت کننده ای بود سختی بود دیالوگ داشت که بعد بره صحنه بعد, یه صحنه های سکانس پلان و اینا رو میگفتن در بیارید مثلا سکانس پلان یه یک... از توش در بیارید آفرین یک دقیقه 40 ثانیه از میگفتن از ثانیه 20 شو در بیارید تا نگهداری تا 20 ثانیه آخرش هم بمونه یعنی این دو تا رو بچسبونید به هم وسطش رو بعد الان مثلا خیلی از تماشاگرا حالا من گفتم از این فرصت استفاده بگم مثلا خیلی میپرسن از ما مثلا راجع به اینکه مالک چجوری با کیمیا رابطش انقدر یه دفعه صمیمی شد یا مثلا اخوانو و اینا چجوری تونستن بگیرنش ما از مثلا پرونده رو ازش بگیرن دو تا سوال به خاطر همین قسمت هاست که در لحظاتی در اومده خب مثلا دو تا نگاه از کیمیا بوده با مالک در اومده کوتاه شده خب این اینا چی نگاه آره دیگه بعد اینا چی میشه می اینا میسازه اینا بله. اونم تو سینمایی که حالا مهدویان دنبالشه و این سریالی که ساخته که ر... پرشگون از جامپ داره قصه خب این پرشا ب... براش فکرایی شده که بره جلوتر اون ب... لحظه که بهش میگفته سلام شما خوبین حالا میشه تو چطوری برات اوت کلون خریدم تو این فاصله یه چیزی ما بعد دیده باشیم که اینا به هم نزدیشه و اینا کم شده نمیگم از بین رفته چون کم شده تماشاگر براش سوال میشه و آزار می‌بینه آدم دیگه ما چون هفته به هفته قرار پخش کنیم و خب هی هم هممون دنبال اینیم که از آقای تخکشیان تا پایین همه آقا رأس هشت این فیلم ها این رو بره بالاخره هم مخاطب منتظر کار گرفته مردم دوستش دارن ما هم با یه انرژی ولی یه دفعه مثلا واقعا داشتیم سانسور ساعت دوازده شب یعنی خدا شاهد زنی زدن که الان کار دیدن گفتن این فلان درستشه. اصلا مونده بودیم چی کار کنیم یعنی کاری که داشته صداگذاری گذاری می شده. اصلا خیلی شده عجیبی و من فکر می کنم حساسیت بخواد روی این کار بوده چون داره کارا دیدم دارم میبینم براخره بالاخره بقیه کارا را یه ذره حساسیت روی این کار انگار به وجود اومد از قسمت دو و سه مشتبه. چون سریالم گرفت تو موسیقی تو سانسور لطمه ندید چرا رحمی که دید ولی خب میشد بالاخره یه کاری کرد که کمتر کم شه بالاخره یعنی برای آره این ایشی میگه مثلا یو پنج شنبه شب همون ساعت 11 شب به من زنگ میزنن که این سکانس مثلا دو دقیقه بوده موسیقی هم داشته الان شده 30 ثانیه مثلا چیکارش کنیم حالا آره من اون موقعش بعد چیکار میش که اومد دیگه 12 شب اومد صدا گذاشت آره اومدم پیش صدا گذاشت پیش آقای ملکوتی تا صبح وایسیم ببینم اونجا چه چه طرفندی میتونم بزنم که این کات خوردن موسیقی خیلی به چش نیاد چون بالاخره هم من هم آقای مهدوی هم خود سجاد بچه ها همه بچه‌ها وسواس داریم رو همه جزئیات نمیخواستیم خیلی موسیقی اون وسط کات بخوره و این حس شه که مثلا موسیقی اصلش این نبوده و الان این ترک ترک ناقصیه سعی می‌کردم برم با, با اون امکاناتی که هست با اون وقتی که هست به بهترین شکل ترش که این خیلی محسوس نشه که این کات خورده موسیقی اینجوری ارتباطتون با تماشاگر تا این لحظه چجوری بوده به نظرم فوق‌العاده بوده منحنی تو رفته بالا بله بله این از چند از واش تایم مثلا اگه بخویم مثال بزنیم چیزی مثال بزنیم از چقدر شروع کردیم ببینیم من اعداد دقیق الان واقعا نمیدونم ولی میدونم تو قسمت نوعمون بود که رکورد زدیم یعنی رکورد واش تایم زدیم توی سریال های رکورد کل سریال های بله بله رکورد کل سریال های در واقع نمایش خانگی رو زدیم و هفته به هفته هم در فیدبک هایی که میگیریم چون معمولاً سریال یک بالا پایینی داره دیگه ولی ما رو خود من مثلا توی فارغ از ماجره های آماری با مردم همین جوری به هر حال دوست آشنایی بر اونور هیچ موقع فیدبک بدی نگرفته من هیچ موقع نکته منفی چرا مثلا شاید به من گفتن که چرا بازیگرتون انقدر سیگار میکشه نمیدونم ولی به لحاظ مثلا قصه و به لحاظ خوده انکی با کار ارتباط برقرار کرده باشن واقعا همه دوست داشتن خدا رو شکر تو این لحظه تو این داشم این آمار سیتی دقیقایی داریم ببین من یه چیزایی همینجوری گوشه ذهنم شاید اینم دقیق نباشه بگم بریم مثلا فکر می‌کنم به نسبت نوهمون تو 12 ساعت 16 میلیون دقیقه واش تایم داشت اینم باز دقیق نیست ولی میگم چاله 12 ساعت یا 14 ساعتش دقیق نمیدونم ولی عدد 16 میلیون رو میدونم که قبل از 24 ساعت 16 میلی دقیقه واشتم که چیز بود و تا الان هم همه نمودارامون یعنی قسمت به قسمت یعنی شما الان بالاتر میزان بیننده توی سریال های نمایش خانه گیدید بله, الان بله. دیگه بله بله قسمت دی... نوهش که رکورد تمام قسمت ها رو زده تمام سریال ها تمام سریال ها تا حالا گرفت بله. 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 تو ارتباط... یه وقت من توضیح بدم که یه وقت اشتباه نکرد تو 24 ساعت اولا چون بقیه‌اش من ندارم آه. یعنی 24 ساعت اول همه قسمت‌های سریال رو که گذاشتن کنار هم قسمت نو از همه بیشتر مثلا نو از همه بیشتر میشه بله بله ارتباط تو بیننده ها چیزیه بی تو خیابون توی ارتباطات خانوادگی تو موسیقی چقدر تاثیر گذاشته من خیلی با عجیبی دیدم برای موسیقی این سریال اصلا یعنی خودم فکر نمی در این سطح مردم انقدر این موسیقی دوست داشته باشن یعنی خب خیلی کار دیگه کردم که خیلی هم تو چشم بود کارا و خود کارهای آقای مهدوی که معمولا مثلا تو جشنواره بهترین فیلم میشد یا خیلی حالا پرفروش میشد فیلمش چند تا سری قبلش کار کرده بودم و احساس میکنم شاید اون موسیقی های خود مثلا حسی تر باشه و مردم بیشتر بپسندن ولی توی این واقعا واکنش خیلی عجیب غریب دیدم از موسیقی اصلا فکر نمیکردم که انقدر بازخورد خوب از موسیقی بگیرم بازخورد خیلی خوب عجیب غریب یعنی برام واقعا از وقتی بچه‌ش به دنیا اومده خیلی مستقیماش خوب شده تولد نوزاد مبارک قربان شما مثلا یک سال و پسر دختره ما شاء الله ما شاء الله خدا درستش کنه ان خب آقای جدی چند ساله داری کار می‌کنی من تقریبا 18 سال اولین کار چی بوده من اولین کاری که کار کردم یک سریالی بود به نام توپگرد کار سریعا. بله بله سال فکر کنم هشتاد و یک این طورا بود اگه اشتباه نکنم بعد از این کارای موفق چی بوده؟ میخوام اصلا اینجا خود بگیم کاری که دوست داریم من خب چهار پنج تا کاری که با حسین مهدویان کار کردم همه رو دوست دارم عرق سرد و دوست دارم خدمت شما ارز کنم من خشم و هیاهو کار خوب بوده خدمت شما ارز کنم که من دیگو مارادونا هستم به هرام توکلی و حالا همه رو شاید اس نبرم بهتره ولی خب این کارایی بوده که خب خودم خیلی دوست داشتم و در واقع کار کردم دیگه الان تو موجودی تری بیشتر یه کنندی الان تو این پروژه موجه ترم من این تایکاندگی میتونی بکنی دیگه بله مشکل بله برای تایکاندگی دیگه کای تایکاندگی کردی تا حالا نه تا حالا نکردم میخوای تایکاندگی کنی بله بله آه. تصمیم داری تایکاندگی بله تو چند سال داری کار میکنی فجر من از 22 سالگی با تلفیلم های تلویزیون و مستند شروع کردم کارو جا تو سربازی هم تدبین یاد گرفتم یعنی کار با نرم رو تو سربازی یاد گرفتم یه فرمانده داشتیم آقای نعمت اللهی به من گفتش که اگه میخوای اینجا بمونی بعد نرم‌افزار یاد بگیری گفتم منم خیلی دوست دارم کار کنم اتفاقا دیگه ولی اومدم بیرون کار تلفیلم ماینه کردم ولی اولین فیلم حرفه‌ای مثلا به شکلی که کار کنم به عنوان دستیار تدوین دو تا کار دستیاری کردم کار آقای مشتبه بود تورنج بعد بعد اول فیلمی هم که مونتاژ کردم فیلم شهاب حسینی بود ساکن طبقه وسط فیلمی که با آقای بله. سماواتی ساخت بله دیدمش بازم. بله اون بود بعد دیگه شد ایستاده در قبار و نفس رو کارای نفس هم منتاش کردی و... بله آها یعنی آخرین کارات کارای آقای مهدویان بله نفس وسط این کارا کار کردی نفس بعد با همزمان با ایستاده در قبار آره یادمه تو همون جشنواری بود که دو تا فیلم داشتم دو تا فیلم داشتم آره بعد یه ماجرای امروز و زرد مصطفی تقی بود و تحصیلات چی من لیسانس تدوین از کجا من تئاتر می‌خوندم و وسطاش انصراف دادم الان درجه هنری دارم لیسانس تدوین از ارشاد آ ارشاد لیسانس بار. تدوین بله تو چند سال کار می‌کنی خزیفر من خودم الان داشتم میفهمم که 20 ساله الان حساب کردم ولی به سنم نمیخوره خودم الان تعجب کردم 20 ساله آره خیلی آره آره سنت هم 20 ساله میگن سنت هم میخوره کنم هم برداشتم من کارامو منم اتفاقا توی یعنی اون اوج فعالیتم که بیشتر سمت موسیقی فیلم رفتم توی همون دوران سربازی بود برای منم من توی روایت سرباز بودم و مستنده اونجا رو موسیقی شما می ساختم میساختم یه دو سالی که اونجا کلا موسیقی اونجا رو من میساختم و اصلا ارتباط منم با حسین مهدیون از همونجا شکل گرفت بله بله از همونجا که حسین هم اصلا فیلم های هم که اون اوایل ساخت با هم کار کردیم و از همونجا این ارتباط کاری و رفاقت شکل گرفت و تا به عمیق تر شد اولین کاری که زدیم مال حسینی؟ داستانی اولین کاری که زن برای فیلم کوتاه حسین بود بره آره. غیر از کار حسین کار دیگه هم زدی تصیبی تازه این اواخر که موسیقی گشت ارشاد سه رو کار کردم با آقای سوهیدی دیگه و پیارسالم موسیقی فیلم سینما مدیترانه رو زدم که تازه اکران شده این رو کار کردی بله آقای جزی تو تحصیلاتی چیه من عمران لیسانس عمران لیسانس عمران داری تو چیه من دیپلمم دیپلم اینه من آه. فرق نمی‌کنه اشکال نم. <تصفیح> 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 آره. خب من آه... دیپلمش هم به زور گرفتم یعنی اصلا تا موسیقی بود من دیپلم به زور گرفتم اصلا بشن بشن اصلا حوصله درس نداشتم واقعا آقای جزی کدوم صحنه سریالات خیلی دوست داری که الان بخوای مثال بزنی به عنوان مجری تری یا به عنوان یه بیننده بگم میگن آدم خشنی اون با اگه اون سحنه رو سن... <تصحنی> من سحنه ای که مالک بمیروسین هاشمی رو در واقع میاره توی اون بام تهران و آتیشش میزنه خوب حالا میگن خوشونت داره دیگه پلانه <applause> <applause> ولی خب به لحاظ بازی و خود پلانه خیلی دوست دارم اون پلانه البته که خب زیاده ده چون تو سریال تو بخوای سکانس یا پلانی که برای جذاب رو بگی باید خیلی واقعا در حد فکر کنم 800 850 دقیقه کار تو از توش انتخاب کردن سخت میشه ولی واقعا تو این قسمت های اخیری که پخش شد این سکانس خیلی دوست دارم تو چه سکانسی تو تو قسمت دوازده یه سکانسی داره میاد من چند روز پیش داشتم منتجش میکردم همین دوازده کی میاد الان یازده پخش میشه دوازده. و هفته بعد لونره نه نه نه, نه <تصحیح> دیگه ما <تصحیح> <تصحیح> بی به نظرم یکی از بهترین سحنه هاییه که تو این سریال وجود داره اواخر قسمت هست و حالا ببینن همه قسمت دوازده کسی ببینن این خب این قسمت اون دو قسمت اول چون وقت بیشتری هم برای موسیقی داشتم کلا از نظر موسیقی خیلی بهم به بیشتر چسبید ولی اون سکانسی که مالک حمله میکنه سمت خانواده ریزابادیا که تایم طولانی هم نسبت داره اون سکانس خیلی دوست داشتم ولی کلا رابطه ها یعنی گفتگوهای مالک و سمیرا که خانم آزادی و جواد عزیز با هم بازی داشتن واقعا خیلی بهم به هم می احساس میکنم بازی اینقدر درخشان واقعا تو زن هم نمیاد انقدر دیالوگا خوب گفته میشه اینقدر یعنی بر... اه... با هم خوب بازی دارن میکنن خیلی کمک همن هم اصلا به نظرم شاهکار بازی این عزیزان و خیلی برام جذابه یعنی دیالوگی که میگن من دارم نگاه میکنم به عنوانی که خودم یکی از عوامل این کارم نگاه میکنم واقعا کیف میکنم از گفتن دیالوگاشون نگاهاشون چشماشون اصلا واقعا به نظرم ویژه است برای همین نمیتونم یه صحنه رو بگم میشه گفت تقریبا تمام صحنه که این دو نفر با هم گفتی رو دارن خیلی دوست دارم صحنه هم که من میگم دوست دارم هم صحنه سمیرا و مالک که دارم میام قسمت 12 و صحنه قتل هاجمور هم من خیلی دوست دارم تو هم با صدام خشنی هست نه اصلا آب دوست داره خوشونت الهاز یا آب دوست صحنه به قدر کارگردانیش و بازی که داره میشه و اتفاقاتی که داره میفته خیلی صحنه یونیکیه تو مکفیس خوندی بله من میگم من تئاتر میخوندم مثلا از 16 17 سالگی اصلا شکسپیر می دوست چقدر نزدیک می رمان و فیلم و مکبس؟ به نظرم جمله جواد رو بگم همیشه میگه میگه این یکی از بهترین برداشت یکی که از مکبس وجود داشته یعنی جزئیاتی از مکبس هست که توی این سریال به نظرم و این اگه این سریال رو گرفته حالا جز این که حالا همه دارن زحمت میکشن ولی بیسش این حرکت مالک توی این داستان به خاطر اینکه از اون اومده خیلی اصالت داره خیلی قدرت داره بالاخره اون لیدی مکبزی که الان شده سمیرا اینا این جذابیت هایی که از اون گرفته شده ایرانیزه شده اومده توی سریال تلویزیونی و من فکر میکنم اینا خیلی کمک کرده که این سریال قوام پیدا کنه جوندار بزن باشه بزن آره. تو رمان خوندی دیگه درسته بله رمان فیلم زنانه تر از رمانه بله. یعنی دست شخصیت عوض کرده فیلم یعنی بله. فیلم منصور رو کرده منصوره, منصوره. آره یعنی فیلم عوض کرده خب مثلا بله. دنیاشون فرق داره دیگه آقا شما دیگه خودتون استاد ما هستین یعنی وقتی قراره بیا توی کار که سینما بشه تلویزیون بشه مردم یه کار نمایشی ببینن واقعا اگه مثلا منصور بود اصلا شاید یه عالم قصه با منصوره از می میرفت دیگه بالاخره این داستان عشقی که اینا الان هی تعریف میکنن با هم داشتن بک که وجود داشته اینا داره کمک میکنه کار عامه پسندتر بشه به نظرم بالاخره رمان چقدر خوندم میگه چند نفر تو ایران اون رمان نه الان که تیراژش خیلی پایینه اصلا آره अरे یعنی بهترین کتابمون هم خیلی تیراژش خیلی پایینه ما بیشتر چاپ کتاب داریم تو متعارف اینا پایینه ببینید که در رمان یک صحنه‌ای ذهنی چیزی بقید. وجود داره که فیلمی صحنه رو کلا آره آره, آره، گذشته کنار این داره. اونم به خاطر همین دیگه یعنی اگه می‌خواستی به خاطر نمایشی بره سمت این مسائل شاید اصلا جذابیتش از دست شاید یه فیلم هنری بشه ببینیم خیلی این مهمه ها که از روز اول حالا کامران و ها هم در جریان حسین واقعا میگه بریم یه فیلم یه کاری بسازیم مردم دوست داشته باشن اصلا قرار نبود ما یه کار آرتیستیک کنیم مثلا اولش میگفتن آقا موسیقیاتون زیاده میگفتیم آقا ما میخوایم یه کاری بسازیم مردم ببینن حال کنن اصلا نمیخوایم حالا بگیم یه ذره موسیقی کم کنیم کاره میدونی از این ادای یه فیلم سینمایی در بیاریم توی سریال واقعا رفتیم که یه سریال بسازیم اصلا اندازه نماها قابا همه رو دقت کنید این قرار بود سریال بسیم مردم ببینن آره، لذت وقت کنید قصه عجیب که نیست کسی فکر کنم تو این گروه ادعا داشته باشه خود مدویان تا پایین که آقا ما این کار عجیب غریبی کردیم نه این یه شست رفتگی داره یه بیس خوب داره و براش زحمت کشیده شده و یعنی تکلیفش روشن من از همین کاری که میکنه بله. بله. کامران بله. تا لحظه آخر داشتن لوکیشن بدم اصلا بشمارید لوکیشن های یعنی... این اصلا همیشه کامران میگم آقا ما این سریال جاده ای داریم میسازیم چهار روز جاییم دوباره دو روز یه جای دیگه دوباره سه روز جای دیگه یعنی اینا فشار روشون بود تا این کار بالاخره جمع شد ولی الان ماحصلش بالاخره یه کاریه که تنوع لوکیشن داره تنوع بسری داره داستان بله خوب داره بله. برای بله. مهمان آخرین سال کامل میخوام چون صحنه که ما نمیتونیم الان صحنه ها چیز نشد یک لحظه بازی, بازی بازیگره که دوست داری تو این سریال یک لحظه کوتاشو بگو از بقیه میپرسم که چه لحظه از بازیگره دوست داری از جواد دوست داری از سمیرا دوست داری از زن آزادی بر دوست داری که سمیرا میکنه یا بقیه یه لحظه شو من بازی جواد و توی اون سکانسی که بعد از قتل ها جمع در واقع توی اتخابشون نشستن و مستعصله و حالش بده اون بخش خیلی دوست دارم تو چه سنی از من یه دونه از جواد خیلی دوست دارم اون لحظه که در خونه رو باز میکنه تولدش میشه یه افتاده رو زمین و وجودش رو ترس گرفته و اونا دارن براش دست میزنن اون نگاهش رو خمیشه میشه میگم میگم اونو خیلی دوست دارم ولی جواد در سه قسمت پایانی چیزی نگم اتفاق دیگه دوست تو چه سنی بازی من راست شو بگم نمیدونم واقعا چون خیلی های زیادی خیلی دوست دارم یک لحظه کجا شاید حالا با موضوع باشه این صحنه ای که توی شرکت به کیمیا مدارک رو پیدا میکنه که چه چیزایی از ناصر داره باری یه باری مکسی خلا. میکنه یه برمیگه میگه باریک هلا <applause> اون خیلی دوست دارم اون باریک رو آج واقعا دوست داشتیم بازی این بازی یعنی خدا وکیلی هران ای می‌ترسم اسم ببرم مثلا رنه آزادی و هرهانی ها و سعید چنگیزیان ببین همه بازی خوب هم امیر و سعید یعنی اینقدر خوب آره ولی اسم یه چند نفر رو بگم چون اینا رو براخره مردم دارم میبینن ببخشید من تو هم به نظرم واقعا است چند تا بچه ها خیلی ریز بله. ولی من پست پروداکشن رو بگم مهشاد مرکوتی صداگذارمون بله که این صداگذاریش انقدر آرتیستی که انقدر کارش خوب بلده خودش هم آرتستی خیلی آره خودش هم بچه ها. <تصفح> و این کاری که الان داره روی این سریال میکنه خیلی به نظر من واقعا به اندازه یه فیلم سینمایی داره برای صداش زحمت میکشه ج... ت... تیم جلوه ویژمون که برادر خود منه متولد هفتاده یه تیم جوونن همه تو متولد چندی؟ من 65 اوه پا از ایسته نه؟ آره آره اون <applause> برای من داداش کوشی کرد <applause> ولی اونا همه یه تیم دعی هفتادی که کاران کار جلوای ویژه این کار انجام میدن که واقعا قسمتی مثلا میشه یا پنجه تا پلان انجام میشه در بچه های رنگ و نور اون باز جوونن نگین ایدری و رزا رمزانی و اینا خ... واقعا اینا شبانه روز اون دو سه روز آخر تا جمعه همه شبا تا صبح بیدارم من گفتم ازشون اسم ببرم اینجا خیلی زحمت دستیار خودم هانیه و بچه هایی که حالا دیگه خود حبیب که جزو پست پروداکشن حامد باره هانیه چی فامیلش هم بگو هانیه جلوخانی خیلی پنج 6 ماه ش... واقعا با سختی کنار من بود و این کار رو انجام دادیم حامد بارهی ترهای تیتراژمون که به نظر من خیلی کارش خوبه برای تیتراج خوبه آره من از اینا نام ببرم بخاطر اینا همه خیلی زحمت کشیدن و کار رو... به نظر من دونه دونه جزئیات این بچه هاست که داره محسن از قلم نیفته که محسن اول کار صحبتش کردیم <تصفح> 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 مسیح واقعا هم یه فرصتی در واقع شد که تشکری بکنم از بچه ها چون ما پروسه تولیدمون واقعا پروسه تولید خیلی با تومنینه ای نبود اصطلاحا یعنی بل... خیلی محتوی اینم خیلی تونده دست بله. نیست و واقعا این این کارو ما تقریبا توی پنج ماه انجام دادیم چهار و نیم پنج ماه انجام دادیم خیلی خوبه تو پنج ماه بله. خیلی و ما عجیب خوبه بله. تو ماه بچه ها همه زحمت کشیدنی یعنی بچه های پشت دوربین من بخوام حالا همه رو اس ببرم شاید یه موقع یکی از قلم بیفته ولی واقعا همینجا من بهشون خسته نباشید میگم بسیار همه زحمت کشیدن توی ما توی این پروژه رفتیم تو بیمارستان تو بخش کرونایی کار کردیم یعنی به اجبار به خاطر دقیقا تو همون قسمت هم بود که باید تو پخش میرسوندیم و به اجوار باید میرفتیم کار میکردیم و واقعا همه کمک کردن از بازیگرا از به پشت دوربین تیم تولید تدارکات صحنه گیریم صدا و همه بچه‌هایی که واقعا خیلی کمک کردن که بشه این کارو به این نتیجه برسیم خسته نباشین من آخرین سال از سجاد پرلمزدی میکنم کات میزنی به سیاهی ها بله این از اول فکر کرده بودی این فکر کرده. اون از علاقه به برکین بد میاد اون کار آقای استیب مکدونالد خیلی دوست دارم کلا و منتاجش رو کلا دوست دارم بعد یه روز یه بار مثلا من شاید این پنج شیش بار برکین بد دیدم از همون اولین بار که میدم گفتم خدا این چرا داره این کارو میکنه حالا تو سریالای دیگه هم شده بودا نه اینکه نشده مثلا تو هوملند فلان همین سریالای خوب دنیا این اتفاق میافته. ولی رفتم اون یه لحظات این کار رو میکنه که فقط مثلا برای این نیست که یه حیجانی به مثلا لحظه بده چون وقتی یه سیاهی به وجود میاد انگار بیشتر این کار میکنه برای حیجان و همراه با موسیقی و ایناست اون نه وقتی میگرفت صدا و موسیقی همه چی دف میشه گرفته میشه الان هم دیدم خب اینجا یه قصه های مثلا از کریم و ما داریم که جدا از خانواده ریزاوادی و مالک و ایناست. اینا یه وقتهایی میبینیم میگفتم یه ترانزیشن بشه بین اینا بعد که گذاشتم دیدم چه احساس باحالی میده که انگار یه نقطه میذاری میگی اینو دیدی روش تعملی کن حالا بریم به حقیقه کارم ببینیم بسیار از چیز داده سبکی داده به کارتون اصلا کارتون چیزی فکر فکرم نمی حسین خوشش بیاد اولین بار که انجام دادم چون حسین کلن از قروفر خوشش نمیاد دوست دارم کارشون رو کلاسیک و درست انجام بده اینا زدم گفت نه خوبه ادامه بده دست میتون درد نکنه متشکرم 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 برای همه تون آرزوی موفقیت از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن ممنونم شب بخیر